سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فایل روزانمون. بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی های چهارشنبه 25 خرداد. دوستان عزیزان، مثل همیشه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوست یاری که هستین در کنارم. عزیزان دل، مثل همیشه برای اینکه یک تبادل منصفانه داشته باشیم و اینکه من بتونم انرژی های شما رو جذب کنم، اگر تا حالا عضو این کانال نشدین اون دکمه سابسکرایب رو فشار بدین و حتما لایک کنید و یا کامنت بذارین اگر براتون امکان داره. دوستان بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی ها. ولی قبل از اینکه برم سراغ فالمون، چه چند سخنی با عزیزان دل داشتم، میخواستم باهاتون صحبت کنم. روزهایی که میگذره بیشتر و بیشتر دارم میبینم بینندگانی هستن که از من تقاضای یک انرژی خانی دارن، من چند تا کارت برای شما بکشم و تمام بشه بره و اینا. اولا که دوستان، من همچون وقتی رو ندارم. یک بار این جدیدا به صورت استثنایی، چون مسئله بسیار بغرنجی بود، این کار رو انجام دادم. ولی اولا دوستان، با دوتا کارتی که من از من تقاضا میکنیم بکشم، اولا زندگی شما مشخص نیست، این بماند. دوم این که من همچون وقتی رو ندارم بخوام انجام بدم. به این زودی شاید یک جایزه بذارم، مثلا بگم چند نفر قرعه کشی میکنیم، اسم سه نفر رو در بیاریم براشون انرژی خانی کنم. اونایی که با من فال خصوصی داشتن، که من فال خصوصی کم میگیرم دوستان، میدونن که من برای فال خصوصی انرژی زیاد میذارم. من حدود 50 تا یک ساعت، یک وقتای بیشتر از یک ساعت در فال های خصوصی هستم و وقتی که میگم سوالاتونو بنویسین، هم به اون فال میرسم و همی که مابین اون فال سوالای شما رو بهشون میرسیم و بررسی میکنیم. پس انرژی زیاد میبره. من دوست ندارم که دوتا کارت بکشم بهتون بگم آره اینجور اونجور. نه، من اینجور کار نمیکنم. پس من رو ببخشید از اینکه نمیتونم به نیازهای شما اونجوری که شما دلتون میخواد، مقدور نیست برام بخوام جواب بدم و صحیح نمیدونم دوستان. به اندازه کافی فال میذارم که عزیزان در شما احتیاج به انرژی خانی نداشته باشین. ولی خب اونایی که با من فال خصوصی داشتن میدونن که من چجور کار میکنم و اینجور نیستش که من یکی دوتا کارت بریزم و تموم بشه بره. خب بریم ببینیم چه خبر هست در فالمون. ولی امیدوارم که حال دل همتون خوبه خوبه خوب باشه. مجبور هستم یک سری از مسائل گوش زد کنم دوستان، وگرنه پر از شک و شبهه خواهد ماند برای همه. یک سریات فکر میکنین که من توی خونه نشستم و اینکه کاری جز فالگیری ندارم. نه عزیزان دل، من یک شغل دارم، من یک زندگی دارم و واقعا این کانال عشق من هست و شما دوست عزیزی که هر شب میای روبروی این کانال میشینی و من اون پشت با شما یک ارتباط خاصی دارم و اینکه شما واقعا با کمال میل و با عشق و اشتیاق میام و برای شما فال میگیرم و هیچ منتی بر سرتون ندارم. ولی اینکه بخوام برای هر شخص بخوام چند دوتا کارت اینجا بکشم دوتا کارت اونجا بکشم، اولا اعتقادی ندارم به این موضوع که با دوتا کارت بخواد مسئله شما مشخص بشه و اینکه بعضی وقتا احتیاج بیشتر به مسائل قانونی و یا پزشکی داریم تا اینکه بخوایم به دوتا کارت. خب ببینیم چه خبر هست دوستان عزیز. خواستم سوء تفاهم ها رو از بین ببرم. خب بریم اولین انرژی که برای چهارشنبه با شما عزیزان دل همراهی میکنه. خب اولین انرژی که افتاد دوستان خانم محترم پاپس افتاد. خب خانم محترم پاپس یه چند وقتی بود ما رو رها کردن، دو مرتبه افتادن. وای دوست محترم چرا آقای درویش منفی اینجا افتادن. خانم پاپس مثبت افتاده. پس یا اینکه خانمی باش در ارتباط با شما مقداری توی خودش هست، سکوتی کرده، یا انرژی مؤنث، بیشتر بگیم انرژی مؤنث، قطب مؤنثی هست که سکوتی کرده، مسئله هست که بر روی اون شما دید درستی ندارین. ببین دوستان، کارت ماه اینجا بالا افتاده. ممکن هم هست دوستان که به خاطر ماه کاملی که هست الان در حال حاضر مقداری ما به درون خودمون رفتیم و روی خودمون رو کار میکنیم. ببین مقداری چیزهایی از گذشته بالا اومده، در روی خودمون بستیم و در سکوتی هستیم. مسائل سکوت در اون به وجود اومده. خب ببینیم کارت بعدی چی بهمون میگن. در انرژی های دیگه
در مورد کارت خانم پاپس که سکوت کردن، مسائل مخفی ازش حرف میزنه چی هستش؟ و اینکه ببینین حرف از پیامبر آتش میزنه برامون دوستان، و پیامبر آتش در کنار خانم پاپس میگه این سکوت شکسته خواهد شد. خب این سکوت شکسته خواهد شد و ببینین کارت ستاره زیبا پر این پشت اومده و ببینین کارت بسیار زیبای ستاره که حرف از امید و آرزو میزنه، مسائل روشن خواهند شد. همیشه ماه پشت ابر نمیمونه دوستان. خب کارت یه بعدی از کارت آینه بینی براتون استفاده میکنم. پس صحبت هست، انگیزه هست، مسائل پیشرفت خواهند کرد. خب انگیزه کامل و انرژی کامل هست که یک شفافیتی شاید به مسئله بدیم دوستان. ببینید مسئله بومرانگ، مسئله ای که از گذشته هست به سمتتون داره برمیگرده. یک سریاتون ممکنه این کارت حرف از به قول معروف کارما بزنه، حرف از مرد میزنه. ببینید حالا یا مسئله با آقایی در گذشته داره دو مرتبه به سمت شما برمیگره، مسئله که شاید سکوتی وجود داشته در موضوعی، در مسئله، و الان دارم میبینم که برگشت این مسئله هستش، برگشت یک مکالمه بعد از دوره شاید سکوت. در هر مسئله ممکنه باشه دوستان، حتما در مورد مسائل احساسی نیستش. خب ببینیم که شما الان یک سریاتون دید درستی ندارین چه پیش خواهد آمد. خب ببینیم کارت، ببینیم تغییر و تحول براتون افتاده. کارت بسیار زیبای چرخ اقبال، اینجا تغییر و تحولات بسیار زیبایی در راه هستن براتون دوستان. مسائل حرکت میکنن از اون سکوتی که باید در خواهند آمد، و اینکه دارم میبینم که ببین برای یک سریاتون دوستان تولدی دوباره افتاده این پشت. و کارت آخر رو با هم دیگه نگاه میکنیم در مورد انرژی ها. من ترجیح میدم که یه مقدار بد شروع بشه بعد خوب تمام بشه. خانم پاپس که اومد، بعد ببینید در مورد ببین تنهایی افتاده. ببینید یک مسئله، ببین که شخصی هست که کتابی دستش هست، مسئله هستش که در حال مطالعه هستش، خبری از اون نداریم، ولی خبرها در راه هستن، مسائل تغییر خواهند کرد. یک چیزی که در استانبای بوده دو مرتبه به حرکت در خواهد آمد و امید و آرزو این پشت برای شما افتاده دوستان. در این خورشید میبینین یک ببینین یک به قول معروف در این نوری که این در این دست هست یک فرشته هستش. پس مسائل بسیار زیبایی در راه هستن. خب نمیدونم کارت ها همه هستن این تو یا نه، مثل اینکه یه مقداری باید اینا رو اینجور بذارم تا درست بشم. فکر کنم الان خوب باشه، یا اینکه نه هنوزم خوب نیستش. ببخشید من یک مقداری با اینا کشتی میگیرم. خب بریم ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه. در ابعاد مختلف زندگی شما چه خبر است دوستان؟ ببینیم چه خبر هست در ابعاد مختلف زندگی تو. اولین چیزی که بهش میپردازیم به سر محترمتون هستش، سر آشوب هست، صلح و آرامش هست، طمأنینه هست، یا اینکه نه. ببینیم چه خبر در سر شما دوستان. اپ اپ اپ. خب در سر شما خورشید، روشنایی. ببین مسائل دارن روشن میشن دوستان، مسائل کاملا دارن روشن میشن. اونجایی که ابهاماتی وجود داشته، سکوتی بوده، الان روشنایی هستش. شما ببینید حتی در درون خودتون، در وجود خودتون اگر که ابهامی داشتین دوستان، این ابهام داره چی میشه؟ از بین میره و دارین قدرتمند میشه. میدونم چی هستم، میدونم چی میخوام، و ایده ها و نقشه ها و راه حل های جدیدی در سر راهتون قرار میگیره. در مورد مسائل احساسی، در مورد مسائل احساسی دوستان ببینیم محتاطانه عمل میکنین، پشت به گذشته، رو به آینده. ببینیم میترسین یک گرگی اون دور بر باشه که شما رو بخوره، پس بیگدار به آب نمیزنیم و با نقشه جلو میریم، و حتی ممکنه که شخص احساسی در مورد شما اینجور باشه. همیشه دوستان مسائل احساسی مسائل عشقی نیستن. میدونیم برای خودتون در مورد مسائل هیجانی و احساسی خودتون چیکار کنین، به قولن تعبیرش کنین. باشه کارت ها قدرت اومده بر روی مسائل احساسی مسلط دارم میشم، احساساتم دست خودم هستش. خب
در مورد مسائل کاری دوستان، در مورد مسائل کاری برای شما ببینید یکی از بهترین کارت ها افتاده، دهه برای کار، دهه سکه افتاده که توجه کنید آن به یک فراوانی دارم میرسم در مورد مسائل کاری. ببینید ریشه دار دارم میشم، خوشبختی برام افتاده و اینکه برای یک سریاتون آنچرا که میخوام در اختیار خواهم داشت. ببین دوستان، مسائل کاری این خانه رو میتونیم برای مسائل کاری، دادگاهی، اداری، حالا آنچرا که مد نظرتون هست بذارین و حتی زندگی روزمرتون. از اون جایی که عزیزان دل توجه کنید، یک سری از شما خیلی برای مسائل کاری دوست دارین بیشتر بفهمین، من دو تا کارت از پوتیلو نوما برای مسائل کاری براتون میگیرم. کارت مسائل خبری داره براتون میاد، تغییر و تحولی عزیزان دل در راه هست در مورد مسائل کاری که حال دل شما رو بسیار خوب خواهد کرد، خوشحال کننده هست براتون. خب پس خبری داره به سمتتون میاد که ببینید مثل یک شانس برای شما میمونه. و اما در مورد مسائل مالی دوستان ببینید چه خبره. در مورد مسائل مالی ببینید یک مسئله کوچیک توی مسئله مالیتون داره چی میشه به وجود میاد دوستان. خب پروژه کوچیکی داریم بهش فکر میکنین و کم کم شاید اوج بگیره. ببینید داریم انگیزه کامل رو دارم که مسائل مالیم رو چیکار کنم، یواش آهسته جلو ببرم، ولی جلو ببرم در مورد مسائل مالی. خب دوتا کارت از پوتیلو نغمه براتون میکشم. هنوز نمیدونم که بعداً هم دوتا کارت بکشم یا فقط یه دونه کارت بکشم. امشب رو دوتا کارت براتون میکشم. خب و اینکه دارم میبینم که در مورد مسائل مالی چرا یواش و آهسته جلو میریم، چون ببینید مسائل سخت هستن در مورد مسائل مالی. میدونم که موانعی سر راه من قرار داره در مورد مسائل مالی و اینکه برای همین هستش که اعصاب دست و آهسته جلو میرم، اعتماد به نفس دارم میگیرم، پروژه اگر هست روش دارم کار میکنم، ولی چی هستش به خودم زمان میدم چون میدونم موانع بزرگ هستن. خب بریم ببینیم چه خبر هست، چه چالشی شما دارین دوستان عزیز. چالش شما این هستش که ببینید که جلو برین، پیشرفت کنین دوستان. خب بردوگانگی هایی که بر سر راه شما هستن چیکار کنین؟ بر اونها غلبه کنین، غلبه کنین و جلو برین. و چه چیزی کمکتون میکنه دوستان؟ چیزی که کمکتون میکنه این هستش که شما میدونین چگونه اعتدالی توی زندگیتون به وجود بیارین، عجلیت های زندگیتون کجا هستن و به چه سمت و سوی میرین. به سمت و سوی دوستان ببینید یک مسئله بسیار زیبایی داره از گذشته سراغتون میاد، بومرانگ هم این حرفو بالا میزد بهمون، مسئله شیرینی داره سراغتون میاد دوستان و پشت این کارت ها حرف از ساخت و ساز میزنه. خب دوستان عزیزان، توضیح در مورد کارت ها میدم و بعد میرم سراغ کارت های احساسی و بعد سراغ کارت های پیام کائنات، پیام فرشتگان مقرب و پیام درگذشتگان. عزیزان دل، یک سکوتی شاید شکسته بشه، چیزی از گذشته داره به سمتتون میاد، مسئله که روش مطالعه شده، خب دری که روی شما بسته بوده، تغییر و تحولی در این مورد داره انجام میشه و مسائل دارن چیکار میکنن، دارن حرکت میکنن. در سر شما مسائل برای شما روشن هستش، اگر ابهامی بوده ابهامات برای شما پاک شده و روشن هست. در مورد مسائل احساسیتون بیگدار به آب نمیزنید دوستان. در مورد مسائل مالیتون مکاریتون دوستان دارم برای شما مسئله بسیار زیبا داره سراغتون میاد، فراوانی در خونتون میاد، یک چیز ریشه دار و اینکه تغییر تحولی که در راه هست و حال دل شما رو خوب خواهد کرد. در مورد مسائل مالی شما دوستان، مشکلات مالی وجود دارن، برای همین دارم میبینم اعصاب دست راه میرین. خب چیزی توی زندگی مالیتون شاید قطع شده بوده دوستان در گذشته. چالش شما این هست که دوگانگی ها رو از خودتون جدا کنین و جلو برین، پیشرفت کنین در هر زمینی از زندگیتون. و اینکه دارم میبینم که اینجا دوستان در مورد چیزی که کمکتون میکنه این هستش که شما میدونین انتخاب کنین ارجحیت های شما کجا هستش و اعتدالی که در زندگیتون هست و به سمت یک مسئله بسیار زیبا دارین میرین. خب عزیزان، من میرم سراغ کارت های احساسی و اولین کارت هایی که نگاه میکنیم دوستان توجه کنین، کارت شاکرای قلب خانم ایزابل سرف هست. کارتی که نگاه میکنیم با همدیگه دوستان حرف از سپرایز در مورد مسائل احساسی براتون میزنه، سپرایز در راه هست در مورد مسائل احساسی و اینکه بهتون میگه که در مورد شخص جدایی یا اینکه شخصی در سر راهتون قرار میگیره که از یک جدایی داره
خارج میشه. ولی به هر حال حرف از سورپرایز و حرف از کادو میزنه دوستان، و توجه کنید دوستان اینجا بهتون حرف از باز هم کادو میزنه. برای یک سریاتون دوستان واقعا مسئله خیلی قشنگی با شخصی که شاید از یک جدایی در میاد در راه هست، و برای یک سریاتون شاید خودتون هستین که در جدایی هستین. ببینیم کی هست کی. بریم ببینیم چه خبر است در قطب مؤنث محترم دوستان. از هر چه بگذریم سخن قطب مؤنث خوشتر است. قطب مؤنث حرف از صبوری میزنه دوستان، و اینکه میگه که من تفاوت هام رو با تو میپذیرم و تحمل میکنم، و اینکه میپذیرم که تو یک نظر مخالف با من داشته باشه خدا رو شکر، و اینکه دارم میبینم که احساس میکنه که بهش خیانت شده، تو به من خیانت کردی و من زجر میکشم. خب کارتا رو میکشیم، بعدش با هم دیگه در مورد قطب مؤنث صحبت میکنیم. وابسته، من نمیتونم خودم رو رها کنم از این شرایط، و من وابستگی و اعتیاد مادی و عاطفی دارم. من به آینده و به خودم اعتماد دارم، و اینکه من میدونم که شانس از من محافظت میکنه. مگر شانس از تو قطب مؤنث بیچاره محافظت کنه؟ قطب ببینه قلبش تو وسط قلبش کارده، یه چاقوی به این گندگی هستش. ولی با همه این احوال یک سری از قطبهای مؤنث، نه جنس مؤنث دوستان، هنوز به اون شخص وابسته هستن، با اینکه بهشون خیانتی شده، و حاضر هستن همه کار کنن. میگن من خواهش میکنم ازت، من همه چیزو میپذیرم، تو بیا، چون من مطمئن هستم که من و تو با هم خوشبخت هستیم. بریم ببینیم چه خبر هست در کارت قطب مذکر، نه جنس مذکر دوستان. کلام با کلای آقایون تو هم نره عزیزان دل. منظور قطب مذکر هست. ببینید به سه تا کارت افتاد امشب، خیلی حرف میخواد بزنه. من آزاد هستم از تمام ترس هام و من یک شخص جدید هستم. خب خدا رو شکر. ببینیم بعدش میگه که من نمیخوام به تو فکر کنم، به این رابطه فکر کنم، و اینکه من سعی میکنم تو رو فراموش کنم، و احساس میکنه سبکی، من میخوام که سبکبال باشم، و اینکه من دوست دارم با تو بخندم. خب ببینیم کارت بعدی بهمون چی میگه. کارت آخر میگه که خوشبین، من به آینده خوشبین هستم، و اینکه میدونم با تو خوشبخت خواهم شد، ولی چه فایده در حال حاضر در حال فرار هستش. همه این چیزها شاید در وجود قطب مذکر داره پیشرفت میکنه بنده خدا. اونم یک انسان هستش که دست به هیچ کاری نمیذاره و منتظر این هستش که یک روزی تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه، یک روزی همه چیز درست خواهند شد. ولی بدون این دوستان که این شخص واقعا احتیاج به این داره که یک آزادی از ترس‌هاش، آزادی از یک سری از مسائل سنگین، به یک سبکبالی برسه بنده خدا، دو تا پاپکورنی بخوره یا لبخندی بزنه، خوشبین باشه. ولی خب فرار میکنه، در حال حاضر داره فرار میکنه. همه این حسا درون اون دارن به وجود میان، ولی در حال حاضر در حال فرار هست در واقع. خب و اما بریم ببینیم در گذشتگان عاطفیمون چجور هستن عزیزانی که در جدایی به سر میبرین، شخص احساسی شما چه پیامی براتون داره. من عاشق هستم و میتونم اونو به تو نشون بدم. ما هم منتظر نشستیم. علف هم زیر پامون سبز شد. یک نسیم دوباره و یک شانس دوباره. خب خدا رو شکر. فوتمون کن ببینیم چه خبری. خب. یک سوء تفاهمی هست بین ما که باید همدیگر رو ببینیم و در موردش صحبت کنیم. این هم یک بهانه برای دیدار شاید. زندگی یه وقتایی بی عدالت هست، یا عدالتی در اون وجود نداره، یا عادل نیست با ما. خب اینم از عزیزان در گذشته عاطفی. و اما بریم ببینیم که کارت کائنات براتون دوستان، کارت کائنات این براتون کشیده بودم، بهتون میگه ریسمان های نامرئی. تو در حال حاضر بالایی ها و پستی ها و بلندی هایی رو پشت سر داری میزنی، اما به من بگو آیا گرما واقعا بدون سرما وجود داره؟ آیا ماه بدون خورشید می درخشه؟
آیا قطب مذکر میتونه ادامه حیات بده بدون قطب مؤنث؟ نگاه کن چگونه همه چیز یک جهت و فرمی دارن و هر چیزی چیز دیگری رو میتونه در این دنیا و در این کائنات تکمیل کنه. بسیار زیبا دوستان. و ببینیم کارت فرشتگان معرب چجوره هست. اینقدر تجزیه تحلیل نکن. اینقدر به هر صورتی به دنبال این نباش همه چیز رو بخوای بفهمی، درک کنی. تو تقاضای این رو داری که دریافت کنی، پس بنابراین قلبت رو باز کن و این امکان رو به خودت بده. اینقدر نپرس که چجوری میتونم این کار رو انجام بدم، چرا این رو فهمیدم، چرا این اینجور شد، چگونه تونستم این کار رو انجام بدم. به خاطر اینکه به دنبال فهمیدن هستی و تجزیه تحلیل هستی، یک وقت بسیار گرانبهایی رو از دست داری میدی. پس به اون چیزی که داری کفایت کن و بسنده شو و از آنچه که داری و درک میکنی لذت کافی رو ببر. خب، یعنی منظورش اینه که دوستان اینقدر مته به خشخاش نذارن روی هر مسئله، راحت عمل کن. خب بریم ببینیم چه خبر هست در کارت عزیزان از دست رفته. اپ اپ. دوستت دارم. کارت بسیار زیبایی هست. سفر من در این دنیای معنوی کوتاه بود و همچنین با پستی و بلندی های زیادی رو داشت. اما بالای همه این چیزها تو بودی در کنارم. زندگیمون با هم برای من چیزهای بسیار زیادی رو آورد و میخواستم بهت بگم به این سادگی و به این راحتی خیلی دوستت دارم. روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان.